بازرسان سازمان من استفاده از تسلیحات شیمیایی یک روز پیش از پایان مهلت تعیین شده از نابود شدن تجهیزات مربوط به تولید این سلاح‌ها در سوریه خبر دادند بر اساس این گزارش ها تجهیزات تولید سلاح‌های شیمیایی در این کشور از بین رفته و این کشور تا اواسط سال 2014 میلادی باید سلاح‌های خود را نیز از بین ببرد میشل لوهان سخنگوی سازمان من اصلاح شیمیایی در این باره گفت <applause> سوریه در حال حاضر با شورای اجرایی ما همکاری های لازم را انجام داده که شامل اجرای برنامه کلی برای تخریب و از بین بردن کل ذخایر موجود از تسلیحات شیمیایی بوده است و تا 15 نوامبر هیئت اجرایی ما برای مدت دو هفته فرصت دارد تا برنامه های کلی برای انهدام این تسلیحات را بررسی کند همچنین تا ماه ژوئن سال 2014 نیز باید اطمینان حاصل شود که برنامه های تولید این ها و مواد مرتبط با آنها تخریب شدند. این گزارش در حالی ارائه شد که روز پنجشنبه اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه با تعدادی از رهبران مخالفان در دمشق دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از دیدار روز چهارشنبه وی با بشار اسد صورت گرفت. رئیس جمهوری سوریه اعلام کرده بود که پایان کشتار شهروندان سوری تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دولت‌های خارجی کمک به مخالفان را متوقف کنند.